با درود به همه بیننده عزیزم، آدیان هستم، با آشپزخونه من خوش اومدین. امروز میخواییم با هم حلوا شکری رو آموزش بدیم. بهتون میگم درست کردن حلوا شکری توی این منزل کار بسیار راحتیه، پس برای درست کردنش با من همراه باشین با این ویدیو. برای حمایت کردن از کانالم سابسکرایبش کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر روی شکل زنگوله کلیک کنید. برای شروع کار یک کاسه بزرگ در نظر میگیریم، یک پیمانه پودر شکر داریم که اضافه میکنیم، همینطور یک پیمانه پودر شیر قنادی و یک پیمانه ارده داریم. حالا یک قاشق غذاخوری گلاب داریم و همینطور یک قاشق چایخوری پودر هل که به ما بقیه مواد اون اضافه میکنیم. تو این قسمت از نصف پیمانه باید مغز استفاده کنیم. شما میتونید از تیکه های پسته استفاده کنید یا تیکه های گردو، که من اینجا از تیکه های بادوم دارم استفاده میکنم، یا حتی میتونید میکس بادوم و پسته و گردو هم استفاده کنید. خب حالا باید کل مواد رو مخلوط کنیم. به مقدار موادی که داریم یه ظرفی رو در نظر بگیرید، گرد یا مستطیل باشه فرقی نمیکنه. کف ظرف رو پلاستیک فریزر یا سلفون پهن کنید. کف ظرف مورد نظر رو میتونید از پودر پسته استفاده کنید. همونطور که دارین میبینین من کف ظرف رو پودر پسته ریختم و بعد مابقی مواد رو اضافه میکنم داخل ظرفمون. با پشت قاشق کاملا سطح مواد رو صاف کنید تا مواد به هم بچسبه و فضای خالی بین مواد نمونه. بعد از اینکه سطح مواد رو صاف کردیم، با پلاستیک سطح مواد رو میپوشونیم، میذاریمش به مدت یک شب توی یخچال بمونه و بعد از این زمان پایان کار رو با هم میبینیم. بعد از زمانی یک شب پلاستیک سطح حلوا شکری رو باز میکنیم، برش میگردونم داخل یه ظرفی و پلاستیک سطح حلوا شکری رو جدا میکنیم. خب بیننده عزیزم، حلوا شکری خونگی ما آماده شد. طعم و مزهش دقیقاً شبیه به حلوا شکریایی که از بیرون تهیه میکنید. حتما وقت بذارید این حلوا شکری رو توی منزل درست کنید و نظراتتون رو برای من کامنت کنید و به من بگین که با من موافق بودین یا نه. یه تیکه از حلوا شکری رو جدا میکنم که بافت داخل حلوا شکری رو هم ببینید. بافت حلوا شکریمون هم به همین صورتی که دارین میبینین شده. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک و به اشتراک گذاریش رو فراموش نکنید. مرسی که تا به اینجای برنامه با من بودین. هر جا که هستید شاد و پیروز باشین. تا یه برنامه دیگه، بدرود.